یکی از مقامات پاکستان از کشورهای مسلمان خواست تا حضوری فعالتر در بازار حلال داشته باشند. به گزارش شیعه ویوز به نقل از خبرگزاری های پاکستان مشاور نخست وزیر این کشور در امور اصلاحات و ریاضت اقتصادی در سخنانی اظهار داشت که 80 درصد بازار حلال توسط کشورهای اداره می شود که عضو سازمان همکاری اسلامی نیستند و این مسئله است که باید مورد توجه کشورهای اسلامی قرار بگیرد دکتر اشرت حسین در سخنرانی هنگام ارائه گزارش وضعیت اقتصاد جهانی اسلامی به میزبانی مرکز تعالی مالی اسلامی کراچی به این مسئله اشاره کرد این رویداد با همکاری شورای توسعه حلال پاکستان و با مشارکت دینار استاندارد یک شرکت تحقیقاتی و مشاوره مستقر در ایالات متحده برگزار شد. دکتر اشراط در ادامه توضیح داد که پاکستان و دیگر کشورهای مسلمان می توانند بازیگران اصلی این صنعت دو تریلیون دلاری باشند. وی افزود مواد غذایی ضروری و آرایشی حلال جهانی 255 میلیارد دلار صادرات دارد و فرصتی فوق‌العاده برای استفاده سادر کنندگان پاکستانی و دیگر کشورهای اسلامی فراهم می کند. اشرات همچنین گفت در حال حاضر صادرات ما در این بخش فقط دو و شش دهم میلیارد دلار بوده که تنها یک درصد از این فرصت است. و یادآور شد که با تمرکز استراتژیک در این بازارهای صادراتی به طور قطع پاکستان می تواند صادرات خود در بازار حلاندا رشد دهد مشاور نخست وزیر پاکستان در امور اصلاحات و ریاضت اقتصادی همچنین گفت در این وضعیت بی اقتصادی اقتصاد اسلامی با اکوسیستم اخلاقی و شفاف همچنان به عنوان یک ستون قدرت و تضمینی برای آینده بهتر باقی مانده است